إيران السيد كاك بابا شيخ شيخ الأمين العام لمنظمة انتخابات الثورية لكردستان تفضل. باسلام بخاهر جرامي ومبارز خاهر مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومة إيران كبراي زنان إيران سرمشق و پیشروی لائق برای احقاق آزادی و عدالت می باشد. سلام بر حضار گرامی، خانم ها و آقایان محترم در این کنفرانس بزرگ و انشاءالله مفید. چون من تنها نماینده احزاب کردی در این مؤتمر هستم، لازم می بینم در ابتدا در آغاز نکاتی در رابطه با سازمان خبات که یک سازمان کردستان ایران است نکاتی را ذکر کنم. سازمان ما از همان آغاز حاکمیت رژیم آخوندی در مبارزه بی امان بوده علیه این حاکمیت و در تحریم جمهوری اسلامی و نه که از همون آغاز رژیم آخوندی این را بهانه می کرد که حکومت استبدادیشو رو این به اصطلاح اسلامی بنیاد کنه. سازمان ما و رهبری ما دوری نقشی فعالانه داشت و مردم کردستان این ترفند رژیم را تحریم کردن. رهبری سازمان خبات جناب امام مستاسی جلال حسینی چه در دوران رژیم شاه شخصی مبارز و فعال سیاسی بودند و در دوران رژیم آخوندی همچنین فعالانه در خط مقدم مبارزه شرکت کردند. خمینی و عواملش به خصوص از طریق خلخالی جلاد که مدتی در کردستان ایران تبعید بودن، نامه های از جانب خمینی برای ما مستا آوردن که ما کردستان رو به شما تحویل می دهیم، شما از مبارزه دست بردارید و کردستان از ما تحویل بگیرید. ولی جواب دندان شکن ما مستا به خمینی و خلخالی بود که ما به مبارزه ادامه می دهیم تا سرنگونی این رژیم مستبد. سازمان ما حدود 700 شهید داشته که 8 نفرشون اعضای رهبری سازمان خبات می باشند. سازمان ما در خط مقدم مبارزه برای آزادی کردستان و آزادی ایران می باشد. ما از روزهای آغازی این مبارزه با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا بودیم و از سال 1995 با سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران همپیمان هستیم و این همپیمانی هنوز ادامه دارد. ما از نزدیک سازمان مجاهدین خلق ایران را خوب میشناسیم. سازمان مجاهدین خلق ایران فقط علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی مبارزه میکند و هیچ دخالتی در امور کشورهای دیگر ندارد. ما شاهدیم که به هیچ وجه سازمان مجاهدین در امور داخلی عراق و کردستان عراق دخالت نکرد.
این خصوصیات بارز و درخشنده ای در مبارزات سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد. سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران که ما از نزدیک شاهدیم و در داخل ایران نفوذ داریم و در مبارزه هستیم، تنها آلترناتیو واقعی و بزرگ رژیم آخوندی می باشد که حق دارد همه ما از آن پشتیبانی بکنیم که روزی برسد انشاءالله که رژیم آخوندی سرنگون شود و مردم ایران به آزادی برسد. من از نمایندگان محترم در این کنفرانس تقاضا دارم که بیشتر و فعالانه تر بیرون از کنفرانس در کشورهای خود در شناساندن بیشتر و بیشتر مقاومت ایران کوشش کنند، چون ما میدونیم دخالت‌های رژیم آخوندی در کشورهای منطقه چه مشکلاتی به وجود خواهد آورد. پس شناساندن و تقویت شورای ملی مقاومت و اینکه این مقاومت به زودی به ایران برگردد راهی درست و راهی نزدیک است که بتوان دست رژیم آخوندی رو از کشورهای منطقه کوتاه کرد. خیلی از درباره دخالت ها و مشکلاتی از مشکلاتی رو که دخالت های رژیم در امور کشورهای منطقه دارد بیان شد، ولی من یک نکته دیگر رو ذکر می کنم که خب این رژیم که در ایران حاکم است، حکومتش در ایرانه، به جز فساد، اعتیاد، قتل و جنایات چیزی رو به ارمغان آورده؟ اینو باید بدونی که فساد و جنایت رو به کشورهای دیگه صادر خواهد کرد. همین الان در کردستان عراق مواد مخدر به طور فوری بسیار در کردستان عراق و در خود عراق وجود دارد که از جانب خود رژیم و پاسداران رژیم ایران به کردستان عراق و عراق فرستاده می شود. پس این رژیم جدا از این که سرمایه های کشورهای منطقه رو به اغما خواهد دارد، به جز این که می خواهد یه امپراتوری رو در منطقه تأسیس کند، می خواهد جنایت رو در کشورهای منطقه تثبیت کند. پس من می خواهم که دوستان عزیز در این مورد بیشتر مطلع باشند. با تشکر از شما خیلی ممنون. شکران لکه.